اندازه عکس خفن ترین دوربین بازار 1.5 متر بیشتر نمیشه. پس چطوری میتونیم بیلبورد تبلیغاتی طراحی کنیم 30 متر؟ سلام، این یکی از ویدیوهای مهم واسه گرافیستای حرفه‌ای و البته آماتورهاست. من بهتون توصیه میکنم اگر هیچی از فتوشاپ نمیدونید هم حتما این ویدیو رو نگاه کنید، بهتون دید خیلی خوبی میده. اما ویدیو در مورد چیه؟ ما قراره تو این ویدیو یاد بگیریم چند نوع عکس داریم که همین الان بهتون میگم. 3 تاست: رستر، وکتور، اسمارت آبجکت. که مهمترین و پرکاربردترینش رستره. اما اگر بخواین یه فتوشاپ کار خوب بشین، حتما باید در مورد وکتور و اسمارت آبجکت هم یه چیزایی بدونید تا بتونید تصاویر خیلی خیلی بزرگ و با کیفیت طراحی کنید. دوباره سلام، محسن هستم و امروز تو کانال پیکسولار میخوام در مورد تفاوت رستر، وکتور و اسمارت آبجکت باهاتون صحبت کنم. مهمترین تفاوتی که وکتورها با اسمارت آبجکت و رسترها دارن اینه که اونها از پیکسل تشکیل نشدن. عکسنا جلوه بصری دارن، تو کارهای گرافیکی خیلی استفاده میشن، اما توی اونها خبری از پیکسل نیست. بریم سری کار رو شروع کنیم. روی نرم افزار بهتر میتونم توضیح بدم. فقط قبلش ازتون میخوام که اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین، حتما زیر ویدیو روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. بریم سراغ آموزش. این بار من هیچ چیزی رو تو فتوشاپ باز نمیکنم، فقط یه آرت بورد خالیه. میبینید که 2000 پیکسل در 2000 پیکسل هم اندازشه. میام اینجا ابزار مستطیل رو ور میدارم. شما میتونید اشکال دیگه رو هم بکشین. لایه رو انتخاب میکنم که بتونم تصاویرم توش رسم بکنم. فقط اجازه بدین که رنگش رو هم مثلا قرمز بکنم. الان من اینجا یه مستطیل میکشم، اگر شیفت رو نگه دارم تبدیل میشه به مربع. اینو تبدیلش کردم به مربع، میذارمش این وسط و با ابزار زوم میام و اینجاها زوم میکنم. چی شد؟ هیچی. زوم بیشتر. حالا چی شد؟ به پیکسل ها رسیدیم. اگر نگاه بکنید اینجا مربع های پیکسل رو میتونید ببینید. من اگر زوم رو عقب بیارم، باز هم عقب تر، و به جای مربع بیام و یه دایره بکشم مثلا اینجوری، و دوباره روی این لبه های دایره زوم رو زیاد بکنم، این بار خیلی خیلی بهتر پیکسل ها مشخص میشن. تا اینجا همه چیز طبیعی بوده. ما انتظار داریم زمانی که روی یک عکس زوم میکنیم به پیکسل ها برسیم. حالا اجازه بدین من محیط کاری خودم رو از فتوشاپ به ایلاستریتور تغییر بدم، ببینیم که اونجا چه نوع تصاویری وجود داره. با من بیاین. حالا من محیطم رو سویچ میکنم روی ایلاستریتور. این یک نرم افزار دیگه است از محصولات شرکت آدوب. از قبل بازش کردم. اینجا برای ما آماده است. همون 2000 در 2000 پیکسلیه که اونورم داشتیم. دوباره میام ابزار شیپ رو ور میدارم. البته چه بهتر که اینو بذارمش روی حالت الیپس یا این بار استار، تا بتونیم باهاش یه ستاره بکشیم. میبینید که رنگ قرمز هم از قبل من انتخاب کردم. ستاره رو مثلا انقدی میکشم. حالا میام و ستاره رو این وسط قرار میدم. این بار با دقت بیشتری به عکس نگاه کنید. زوم رو آروم آروم زیاد میکنم. یه استروک سیاه هم داره. میبینید که اینجا استروک سیاه داره به اندازه 1 پیکسل. من اگر کمش بکنم استروکم کوچیک‌تر میشه. فرقی نمیکنه. ما خیلی درگیر اینجور مسائل نیستیم. آموزش اصلی ما یه چیز دیگه است. میبینید که 0.5 پیکسل اگر که من استروک داشته باشم و اینقدر این استروک من ضخیم دیده بشه، ولی همچنان پیکسلی در کار نیست. من هر چقدر زوم رو زیاد میکنم پیکسل رو نمیبینم. ببینید چقدر من زوم کردم. هی دارم زوم رو عقب میارم. چقدر من زوم کرده بودم با وجود اینکه آرتبورد من 2000 پیکسل در 2000 پیکسل بیشتر نبود. معرفی میکنم تصویری که شما دارین میبینید یک وکتوره. ببینید ماهیتاً وکتورها یک فرمول ریاضی هن. شما میتونید خط ایگرگ مساوی ایکس رو توی فضا رسم بکنید. اگر که عکس این خط رو بگیرین، احتمالاً این خط یه ضخامتی داره، مثلا 5 پیکسل، 10 پیکسل، 1000 پیکسل، بالاخره یک ضخامتی داره و این ایگرگ مساوی ایکس رسم میشه. البته نمیدونم که شما تو زاویه درست منو نگاه میکنید یا نه. در هر صورت اگر همین خط ایگرگ مساوی با ایکس دیگه به صورت پیکسلی نشون داده نشه، فرمولشو به شما بدن، بگن که آقا مثلا توی این تصویر یه خطی وجود داره با این معادله، شما نمیتونید اون خط رو رسم کنید؟ باز هم میتونید. فرقی نمیکنه که شما این خط رو روی یک کاغذ به اندازه کف دست دارین میکشین یا روی دیوار.
در هر صورت ایگرگ مساوی با ایکس یه خطه، همه جای دنیا همون خطه. دقیقاً وکتورها از فرمول‌های ریاضی به همین صورت استفاده می‌کنن تا محدود به پیکسل‌ها نباشن و بتونن بی‌نهایت بزرگ بشن. یکی دیگه از کاربردهای جالب وکتورها می‌تونه فایل‌های ارائه باشه. اگر شما دانش آموزین، دانشجوین یا کارمندی هستین که می‌خواید به رئیستون یه موضوعی رو در قالب یه پاورپوینت ارائه کنید، بهترین کاری که میتونید انجام بدین اینه که از تصاویر وکتوری استفاده کنید. چون تصویری که شما توی مانیتورتون میبینید و طراحی میکنید خیلی کوچیکتر از اون چیزیه که روی دیوار میفته. و اگر شما براتون مهمه که تصاویرتون افت کیفیت نداشته باشه، از وکتورها استفاده کنید. مطمئن بشین که هر چقدر ویدیو پروژکتور عکس شما رو، اسلاید شما رو بزرگ کنه، تصویرتون افت کیفیت نداره. حالا خیلی سریع من این ستاره وکتوریمون رو به پاورپوینت منتقل میکنم، ببینیم چی میشه. خب حالا من این ستاره رو انتخاب میکنم، روی کیبوردم کنترل سی رو میزنم، این الان کپی شد. میام اینجا از منوی استارتم سرچ میکنم پاور. خب پاورپوینتم اوورد. من پاورپوینت 2016 رو دارم، یه پاورپوینت جدیدتر 2019 هم اومده که هیچ فرقی نمیکنه، شما از همون هم استفاده بکنین دقیقا همین نتیجه رو داره. من الان این اضافات رو از روی اسلایدم پاک میکنم، کنترل وی رو میزنم. خب چی برای من پیست شد؟ یه عکس همون ستاره که کپی کرده بودیم. من اینو میذارم این گوشه. این بار یه راست کلیک میکنم و میبینم که پیست آپشن من چه چیزهای دیگه ای هم داشت. بله یه حالتش این بود که در قالب پیکچر برای من پیست میشد، اما یه حالت دیگه هم داشتش که فقط تکست رو نگه میداشت. اگر من برم رو این حالت یه کد میبینم. دوستانی که با کد نویسی آشنا باشن احتمالاً این کدها رو متوجه میشن، هرچند که اصلا نیاز نیست شما در مورد این کدها چیزی بدونید، ولی خب یه نگاه کلی بهش انداختن بد نیست. هر کلاسی یه جایی تعریف شده، یه جایی شروع شده، یه جایی تموم شده و کلن قوانین مربوط به کد نویسیه. من حتی همینجا هم میتونستم زوم رو زیاد بکنم تا مطمئن بشم که واقعا به پیکسل ها میرسیم یا نه. میبینید الان لبه های این فونت اصلا تار نشده. چرا؟ چون فونت ها هم در اصل وکتورن. وکتورها تار نمیشن. وکتورها کیفیت خودشون رو با بزرگ شدن از دست نمیدن. میبینید که این تصویر هم وکتور بود و من زوم رو 395% نزدیک 400% افزایش دادم، ولی خبری از تار شدن نیست. پس تا اینجا فهمیدیم که رسترها تصاویری هستند که از پیکسل تشکیل شدن. هر کدوم از پیکسل ها یه دونه رنگ بیشتر نمیگیره. از کنار هم قرار گرفتن این پیکسل های تک رنگ یه تصویر بزرگ به وجود میاد. اون چیزی که دوربین موبایل شما ثبت میکنه، دوربین عکاسیتون ثبت میکنه، یه تصویر رستره. اما وکتورها از فرمول‌های ریاضی تشکیل شدن. شما وکتورها رو میتونید بی نهایت بزرگ کنید، 30 متر، 40 متر باهاش بیلبورد تبلیغاتی بسازید. اون قرار نیستش افت کیفیت داشته باشه. اما اسمارت آبجکت ها چی هن؟ بریم سراغش. خب من دوباره برگشتم به محیط فتوشاپ. این بار میخوام این عکسم رو، این چیزی که اینجا کشیدم رو پاک بکنم، انتخابش میکنم، دیلیت رو میزنم. لایه‌مونم خالیه، به خاطر همین با این روش پاکش کردم. دوباره میرم سراغ ابزار الیپس تول که بتونم یه دایره بکشم. همین کارم انجام میدم. دایره رو اگر بدون نگه داشتن کلید شیفت بخواید بکشین به صورت بیزی رسم میشه، اما اگر شیفت رو نگه دارین خود به خود تبدیل میشه به یک دایره. من یه دایره اینجا میکشم، یه دایره دیگه اینجا. حالا خیلی مهم نیست، البته بد نبود که رنگش رو عوض کنم تا یه تفاوتی بینش قائل شده باشین. مثلا این رنگی بنفشش میکنم. البته من دوباره کنترل زد میزنم به خاطر اینکه میخواستم این کار رو توی لایه جدید انجام بدم. این کار رو توی یک لایه دو انجام میدم و این لایه دو رو روش یه راست کلیک میکنم، گزینه convert to smart object رو میزنم. حالا ما اینجا دو تا دایره داریم، یکیش یه اسمارت آبجکت، همونطور که میبینید این گوشه‌شن یه علامتی هست که این نشانه یه اسمارت آبجکت بودنشه، یکیش نیست، حالت عادی رستره. من اگر لایه رستر خودم رو کنترل تی بزنم و بیامو خیلی 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 کوچیکش بکنم، مثلا اینقدرش بکنم و دوباره کنترل تی بزنم و بخوام بزرگش بکنم، میبینی چه اتفاقی افتاد؟ لبه های به شدت پیکسلت شده ای به من برگردوند. البته من هنوز تاییدش نکردم و هنوز این تیکو نزدم. به محض اینکه این تیکو بزنم خود فتوشاپ با هوش مصنوعی خودش میاد و یه مقدار این لبه ها رو اصلاح میکنه. اما حقیقت اینه که با کوچیک شدن این جسم
اطلاعات پیکسلی لبه ها از بین رفت. نه تنها لبه ها، کلن اطلاعات پیکسلی این دایره از بین رفت. طبیعیه و ما انتظار دیگه هم نداشتیم. شما زمانی که پیکسل ها رو از این اندازه یه دفعه 1/10 میکنید، خب 90% پیکسل های شما از بین میره. هر کدوم از این پیکسل ها یه رنگی داشتن، یه مشخصه ای داشتن. این اطلاعات پیکسلی از بین میره. من الان تاییدش میکنم، میبینید که خود فتوشاپ خیلی خیلی اون وضعیت خراب این عکس رو بهبود داد، اما خب همچنان هم عکس اولیه نشد. همچنان میبینید که ما چقدر لبه های بدی داریم و واقعا بعضی وقتا ما از تصویر رستر نمیتونیم خیلی خوب استفاده بکنیم. به خاطر همین فتوشاپ اومده یک مفهوم دیگه ای مثل سمارت آبجکت رو در اختیار ما گذاشته. سمارت آبجکت ها همون تصاویر رستر هستن. من اگر زوم بکنم شما میتونید پیکسل ها رو ببینید. میبینید این هم از پیکسل تشکیل شده. با این تفاوت که اگر من یک سمارت آبجکت رو بگیرم و کوچیکش بکنم، یعنی یک کنترل تی بزنم اون رو خیلی خیلی کوچیکش بکنم، تاییدش بکنم تا اطلاعات پیکسلش از بین بره، البته در ظاهر، و بعد اون رو دوباره بزرگش بکنم، میبینید که کاملا لبه ها مثل قبلشه. تاییدش هم بکنم هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. علتش اینه، فتوشاپ یه مفهومی به اسم سمارت آبجکت رو معرفی کرده تا ما بتونیم اطلاعات پیکسلی رو توی خود فتوشاپ ذخیره کنیم، فارغ از اینکه اندازه اون آبجکت ما چقدر شده باشه، اما اطلاعات پیکسلی از بین نمیره. حواستون باشه، این که میگم اطلاعات پیکسلی از بین نمیره معناش این نیستش که شما میتونید این عکس رو بی نهایت بزرگ بکنید ها. نه، این هم خودش از یک سری پیکسل تشکیل شده. من هی دارم اون رو بزرگتر میکنم تا ببینید که روی لبه ها باز هم ما توی شرایطی دچار تاری میشیم. اگر که من زوم رو زیاد کنم میبینید که الان لبه ها دچار تاری شده. دلیلش هم اینه که سمارت آبجکت زمانی ساخته شده که اندازش اندازه این دایره بوده. اگر دایره بنفش شما تو چنین ابعادی میبود و بعد تبدیل به سمارت آبجکت میشد و بعد کوچیک میشد دوباره بزرگ میشد، بله الان ما لبه های تمیزی داشتیم. اما زمانی تبدیل به سمارت آبجکت شده که اندازه این دایره قرمز بوده. به خاطر همینم اگر همچنان تو اندازه این دایره قرمز باقی بمونه، یعنی تو همون شرایط اولیه خودش باشه، خب اطلاعات پیکسلیش هم موجوده. اما اگر بخوایم غیر عادی بزرگش بکنیم دیگه فتوشاپ نمیتونه که اطلاعات پیکسلی جدید رو از خودش بسازه. و این دقیقاً همون دلیلیه که من بعضی وقتا به محض اینکه یک لایه جدیدی رو از جای دیگه کپی میکنم توی یک محیط جدید، همون اول یه راست کلیک روش میکنم، گزینه Convert to Smart Object رو میزنم. چون اگر بخوام بذارمش واسه مراحل بعدی، ممکنه که یه وقتی من این رو کوچیکترش بکنم یا تغییراتی توش بدم که اطلاعات پیکسلی اولیه خودش، اون اورجینال خودش از بین بره و من این رو نمیخوام. و مجدداً یکی دیگه از دلایلی که من همون اول یه لایه رو تبدیل به سمارت آبجکت میکنم اینه که اطلاعات پیکسلیش موقع استفاده از فیلترها هم باقی بمونه. مثلا من اگر الان برم سراغ بلور و بعد گاشن بلور بخوام این عکس رو تار بکنم، مثلا 42 پیکسل اون رو تار بکنم، فتوشاپ این ابزار رو در اختیارم هم میذاره تا بتونم دوباره روش کلیک بکنم این 42 تا رو مثلا برگردونم، حتی بکنم این صفر. حالا الان شد 1/10 مثلا، اوکی رو بزنم، میبینید که الان دوباره تصویر اولیه ما برگشت. چرا برگشت؟ چون این یک سمارت آبجکت بود و اطلاعات پیکسلیش در اختیار فتوشاپ قرار داشت. اما اینکه یک فایل رستره، اگر که بیان فیلتر بلور و بعد گاشن بلور رو براش انتخاب بکنم 42 پیکسل، حالا شد 38 تا، مهم نیست، اوکی رو بزنم، میبینید که دیگه هیچ راه برگشتی براش وجود نداره. البته تو مراحل اولیه کار میشه یک کنترل زد زد، مثل کاری که الان من کردم، اما اگر شما چند تا کار دیگه هم انجام داده باشین دیگه این تصویر از بین رفته. آقا خداییش فتوشاپ زحمت میکشه. این همه من در مورد هوش مصنوعی فتوشاپ ویدیو ساختم، این همه در مورد بهبود کیفیت ویدیو ساختم، الانم که سمارت آبجکت ها رو برای ما گذاشته، دیگه چی از این بهتر؟ انصافا برای ما زحمت میکشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید، به دوستانتون ما رو پیشنهاد کنید. اگر دوست دارین همچنان تو فضای آموزش فتوشاپ باقی بمونید، میتونید روی یکی از این دوتا ویدیویی که براتون گذاشتم کلیک کنید، ادامه آموزش های من رو هم ببینید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. خدا نگهدار.